اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. شبی دگر شد و بازم من هوای خانه به سر دارم. در این شبانه تبعیدی به یاد صبح وطن باری خیال و قصد سفر دارم. شبی دگر شد و چون هر شب هوای می زدنم آمد، پیاله و غزل و اشکی که بوی پیرهنم آمد. شبی دگر شد و یاران را از آشیانه برون بردند، عزیز کرده لیلا را به روی ناله و خون بردند. شبی دگر شد و در باران نگاه پنجره ها افسرد، گلی که بوی وطن می داد میان خاطره ها پژمرد. شبی دگر شد و باز آرش هزار زخم به تن دارد، برای ماندن و جنگیدن امید از تو من دارد. شبی دگر شد و بازم من هوای خانه به سر دارم، در این شبانه تبعیدی به یاد صبح وطن باری خیال و قصد سفر دارم. علیرضا نوریزاده، پنج شنبه اول اردیبهشت ماه، 21 اپریل آفرین. خیز ای بت بهشتی وان جام می بیار، کردی بهشت کرد جهان را بهشت. الان اردیبهشت شیراز رو فکر کنید، اردیبهشت شمال که زیباست، بارانم داره و بعضی از بارانها نمی که میزنه، بوی علف و سبزه، چرخش مرغان و زیبایی های همیشه. خب برای ما اینا زیباست، قشنگه. برای آقای قالیباف سیسمونی نور رو باید ترکیه خرید، چه داستانی. براتون فیلمش رو پخش کردم تو مجلس، داشت از فساد و گرانی میگفت. و بله البته ریشه اینا به دولت‌های قبلی برمیگرده دیگه. تو 12 سال توش شهردار بودی و فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده نیروی هوایی سپاه، و حالا دیگه یکی دوتا بگی پشتم بیزن. ماشالله ماشالله آقای قالیباف که چه خطایی درباره تو کردیم. من یکی خطا کردم، من یکی قول تو رو به این که رضاخان اسلامی هستی 10% باور کردم. برم به دوست و یار عزیز خوش آمد بگم، دکتر سازگارای عزیزم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. شما چی میگی راجب سیسمونی های شما؟ برای نوارات سیسمونی جایی رفتی بخری؟ والا چرس کنم، گفت ترک دنیا به مردم آموزن، خیشتن سیم و زر بیندازن. آقای ولایتی میگفت مردم لنگ ببندن به خودشون نون خوش بخورن، بعد خودشون توی یه خونهی که بغل کاخ سعدآباد گرفتن. آقای دکتر سازگارم حقیرم هست. بله بله
یعنی دزد بی آبرو و گاهی از یه دل دزدی هم نمیگذرن، اگرچه حالا خیلی هاشون راشون یاد گرفتن میلیاردی از روی نفت و اینا میدزدن، ولی همون دزدای کلان هم از چیزای کوچیک هم نمیگذرن. تازه به دوران رسیده در واقع باید گفت، نوپیسه بله مست. یا به قول زبون انگلیسی نیومانی، کسایی که خلاصه دوزایی که کلاس هم ندارن، خلاصه بی کلاس، یعنی بلد هم نیستن خرج کنن، میدونی مثلا اناچی میره رستوران سینما رو قروق میکنه برای 8 نفر، یعنی بدبخت ها بلد هم نیستن، نمیتونن بخورن، نمیتونن درست بپوشن، بلد نیستن با قاشق و چنگال غذا بخورن، یعنی همون نوکیسه که شما میگی یا دولت شده های رژیم در حد حقارت ها. خب ببینید، در حالا در آمریکا یک کشوریه که این جامعه در واقع از پایین به بالا شکل گرفته و هیچ وقت طبقات ممتازه امریکا نداشته، یعنی نه روحانیت، نه سلطنت، نه اشرافیت، نه به هم دلیل هم خب خیلی مردمان یخلایی هم به اصطلاح، و این نوع لباس پوشیدن ممکنه مدیر عامل جنرال موتورز همون جوری باشه که کارگر اون کار کنن، و این شاید به همه دنیا هم سرایت کرده این نوع رفتار امریکایی. ولی اروپا به عنوان مثال میگم یه سنت اشرافیت داره، یا آریستوکراسی داره که در انگلیسی که شما هستین، یا فرانسه یا آلمان، هنوزم از روی فامیلیاشون میشه تشخیص داد. خب اینها بحثای زیادی هم توی امور سیاسی شده که آریستوکرات ها که تحصیل خوب میکردند، خوب میاموختند، چگونه در واقع در ساختن این جوامع نقش داشتن. هنوزم مثلا در انگلیس سنت آریستوکراسیه، بریتانیا در وزارت خارجهش، در دستگاه‌های اطلاعاتیش، من اینو به نقل از یکی از مسئولین بریتانیا میگم، جاریه و به هر حال یه ساختاری داره و یه کلاسی داره، یه به اصطلاح پیشینه‌ای داره. اما در مقابل این اولد مانیای اینطوری، در واقع آریستوکرات‌های این شکلی، این نوع کیسه ها همه جای دنیا همه ادا و اصولا رو در میارن. شما ببینید، مثلا میگم اینایی که واقعا پول رو از راه درست به دست آوردن، الان معروفه که تمام این مدیران ارشد شرکت های بزرگ کامپیوتری، از بیل گیتس شما بگیرید تا مرحوم استیو جابز، گوگل، نمیدونم فیسبوک، ساعت دستشون ساعت های کاسیوی دیجیتالیه که 14 دلار از سوپر والمارت، و اینکه اصلا در بند ساعت، بند طلا و نمیدونم پیرن 10,000 دلاری پوشیدن و اینا نیستن. دیده باشینم یه تیشرت تنشون میکنم و مثلا برای اینکه زندگیشون جدیتر. یا آقای وارن بافه که تقریبا یکی از 4-5 ثروتمند اصلی دنیاست، در بازار بورس معروف وارن بافه، اگر جایی بره چیزی رو بخره همه دنبالش میرن. این آدم یه خونه معمولی داره و عشقش هم اینیست که با نوه‌هاش بره توی مکدونالد ساندویچ چه می‌دونم 1 دلاری 2 دلاری بخورن، بستنی 1 دلاری مکدونالد بخوره و بازی بکنه. هیچ در بند این ادا و اصول نیست. این نوکیسه ها هستن که مثل آقای قالیباف، مثلا سیسمینی بچه‌ش هم بلند شه بره از ترکیه بخره، حالا یا بره لابد اگه اروپا راهشون میدادن میرفتن میمدن از هرودس شما خرید میکردن. بله. و یک عالمه در حال متاسفانه این اولیگارشای روس که الان تشتشون از بام افتاده، معادلش در ایران امثال آقای قالیباف همینان که با دزدی و جنایت و آدم کشی، و چون کم جنایت نکرده این آقای قالیباف، همدستی با موقع که فهمده نیرو انتظامی بوده، همدستی با شبکه قاچاق بین المللی و غیره و غیره،
و املاکی رو دمدم ده از استرالیا بخره تا کانادا تا بعدم این ادا اصولا رو در بیارن. به قولی که دوستای ما میگفت واقعا این یکی دیگه یه دزد دریده است، خیلی بی خجالت و با پررویی دزده. ولی آقای دکتر بعد به همه این باندای مافیایی در ایران گفت که سرنوشتتون به سرنوشت این اولیگارشی روسیه پیوند خورده، خامنه‌ای نوکر پوتینه و سرنوشتش به پوتین گره خورده و ببینید دنیا چه کرد با این دزدایی که پولای از مردم رو دزدیده بودن. چون تو روسیه هم فوری که این باند کاگبه‌ای به قدرت رسید رفتن سراغ نفت و این کلپتوکراسی روسیه، این دزد سالاری روسیه اول همه روی منابع نفت و گاز و شرکت‌های اینجوری دست گذاشتن، ولی دارن از حلقومشون تو دنیا در میارن و دست گذاشتن چپ و راست شناساییشون میکنن. هم هفته گذشته میشه که مردت بافتن. این در انتظار این مافیاهای ایران هم هست، اینهایی که پولا رو از سفره مردم دزدیدن و از صد راه غیر مشروع دزدی کردن، در انتظار اینا هم هستش. به هر حال این آقای قالیباف حالا یکی از صدهاست دیگه، این 2000-3000 تا آدم اینجوری اقلا میشه انگشت گذاشت که نوکیسه هایی هستن که اینطوری پو از صفحه مردم دزدیدن. دکتر آقازادهشون رو وقت میان اونجوری مثلا میخواد توضیح بده باباشو تبرئه کنه، به خواهرش مثلا یه توبیخی میکنه، ولی واقعا اینا نمیدونم اینا حالیشون نیست که مردم همه اینا رو میدونن، مردم میفهمن. آقای سید علی خامنه‌ای که نشسته اونجا این درک و شعور رو نداره که بابا مردم گرسنن و وقتی این تصاویر رو میبینن خونشون به جوش میاد. باور کن دکتر، من گاهی اوقات فکر میکنم سرنوشت خامنه‌ای و حکومتش خیلی بدتر از قذافی خواهد بود. یعنی چنان خشم مردم رو اینا برانگیختن که آدم نمید. شما این گزارش بانک مرکزی، اتفاقا میخواستم شما راجع به صحبت کنید. به هر حال مسئله مهمیه، این تورمی که هست و در راهه، باید به اینا ما حداقل باید برای مردم کاملا روشن کنیم. بله بله، این گزارش بانک مرکزی نشون میده که تا بهمن ماه، تازه الان از بهمن تا الان باز هم افزایش پیدا کرده، حجم نقدینگی کشور از 4600 تریلیون رد شده. یعنی این پول باد کرده در دوره آقای رئیسی هم که وعده داده بود که من دیگه نمیگذارم تورم بالا بره، با همون سرعت و بلکه سریعتر افزایش پیدا کرده. بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و این یعنی که خب اصلی ترین اقتصاددان ها به ما میگن اصلی ترین عامل تورم پوله، پول باد کرده و بی ارزشه و دائما پول ایران داره سقوط میکنه. شما نگاه کنید از همین شب عید، همین ماه بهمن که این گزارش تازه تا ماه بهمنه، تو ماه اسفند کافیست نگاهی به قیمت اساسی ترین کالاهای مورد نیاز مردم بکنید. از مواد پروتئینی و گوشت شما بگیرین تا مرغ و تخم مرغ، از برنج که سر به 100,000 تومان هر کیلوش زده، تا نان که دولت خیلی هم زور میزنه بگه ثابت نگه میداره، ولی خب برای نونوا چون صرف نمیکنه برمیداره و میاد به شکلهای مختلف سعی میکنه نون گرونتر به اسم مثلا فانتزیتر و خشخاش زده و غیره بفروشه، تا بیاید روی سبزیجات و گوجه فرنگی و غیره. یعنی پایه‌ای ترین خوراک مردم مواد لبنی و غیره شاید بعضیاش به نزدیک به دو برابر شد در همین ماه اسفند و خب اینا آثار همون تورم پولیه دیگه. از اول اردیبهشت امروز نرخ حمل و نقل عمومی هم 25% بالا میره،
برای که خب اون راننده تاکسی و اسنپ و غیره هم اون که اونم خب صرف میکنه براش، یعنی وقتی همه چی گرون شده اونم ناچاره گرون کنه، منتها به زور دائما فکر میکنن اگر زور بگن مسئله حل میشه. به هر حال آقای رئیسی این معروفه، این سه کارت مدیریت که گفتن یه مدیر عاملی رفت رأس یه شرکتی، مدیر عامل قبلی همه جا رو کارخونه نشونش داده، آورد تو دفتر مدیر عامل، و آخر سر بهش گفتش که هر وقت کارت گیر کرد تو این کشو پایینیه سه تا کارت یکی یکی بردار نگاه. اون اومد و دو سه ماه گذشت، سهام سقوط کرد تو بازار، کارگران ناراضی، رفت کارت اول برداشت، دید نوشته فوش بده به مدیر قبلی، بگو هر چی بوده تقصیر قبلیه بوده، خراب کرد. اومد مصاحبه کرد، گفت فوش داد به کارگران، نوت کرد تقصیر مدیر قبلی بوده، خراب کرده فلان، که یه مدت آروم شد، دوباره دو ماه سه ماه بعد گرفتار شد، رفت برداشت کارت دوم، دید نوشته وعده بده، بگو آینده همچین میکنم، اونجوری میکنم، برنامه اجرا میکنم، همه چی رو درست میکنم. باز خراب شد. اومد نگاه کرد کارت سوم نوشته سه تا کارت مثلا بنویس بذار تحویل مدیر بعدی بده برو. آقای رئیسی الان کارت اول مدیریت رو داره بازی میکنه، یعنی بعد 10-11 ماه زمامداری که هیچ چیزی که عوض نشده، هیچ چیز بدتر شده، حالا شروع کرده فوش دادن به مدیر قبلی، هر چی بوده تقصیر دولت قبلی بوده. بهشون بعد گفت نه خیلی، تقصیر همه دولت قبلی بوده، ماجرا 42 سال به این ترتیب آمده، به اینجا رسیده و شما هم داری بدتر از قبلی ترا میکنی و سر ماجرا هم اون ولایت فقیه که اون بالا نشسته. این دزدی و فسادی که هست ریشش توی ولایت فقیه اون بالاست که شما رو منصوب کرده گذاشته رأس دولت. این سیاست‌های غلط اقتصادی که در کشور اجرا شده، یه سلسله مسائل اومده. دیدم آقای دکتر عرضم تام کنم، یکی از بهترین اقتصاددانان ایران تو کانال تلگرامیش یک چیز بامزه نوشته بود، نوشته بود که ما که هرچی خواستیم راه حل اقتصادی بدیم که کسی گوش نمیکنه، ظاهرا گوش شنوا نیست، چون واقعا به قول اقتصاددانا راه حل داره ولی در چارچوب این نظام نمیشه و اقتصاد باید چرخش به چرخه، سرمایه گذاری حرکت کنه، قوانین درست چه با دنیا آشتی کنی، خیلی کارا رو باید بکنی تا این اقتصاد درست شه، که خب اصلا در حضور این نظام نمیشه. ایشون نوشته بود اون که ظاهرا گوش شنوایی هم نداره درست نمیشه، به قول یکی از اقتصاددانا 42 سال توی این مملکت با علم اقتصاد دارن جنگ میکنن، ولی گفته بود من توصیه‌ام این است که این راه‌حل هایی که حضرات خودشون میگن جدی بگیرن، اجراش کنن، ببینیم ما هم رسوا کنن که باهی میگیم آقا اینا فایده نداره. مثلا میگن با عوامل پشت پرده گرانی ها باید مبارزه کنیم، خب بریم بکنیم، چه نمیکنیم، باید با نقدینگی رو به سمت تولید هدایت کنیم، این حرفایی که راست ایشون صبح تا شب تو تلویزیون حکیم حرف میزنه، خب بریم بکنیم، میشه نوشته بود میشه بریم همینا رو اجرا کنیم، که غیر قابل اجراست به این شکل، باید بانکداری اسلامی رو واقعا اجرا کنیم، خب بریم بکنیم، من جل دستونو گرفتن و چیزایی که میگن که هیچ کدومش در واقع حرف اقتصادی نیست، هیچ کدوم راه حل نیست و این سیاست های کج و غلط و حالا که به گفت گل بود به سبزه آراسته شد، به فساد گسترده هم آغشته شده، امثال قالیبافا مشغول چپاول هستن. حاصل ماجرا این که خب وضع اقتصادی مردم بدتر شد. متاسفانه سال 1401 سال پیش رو خبر خوب نیست، ولی این است که با ادامه وضع موجود و تداوم این نظام تورم احتمالاً در رقمی خواهد شد، بعضی ها پیش بینی میکنن میره بالای 100% تورم، نرخ تورم، و بعد هم رکود گسترده کشور، فرار سرمایه، این بلایایی که به جون اقتصاد افتاده تشدید خواهد شد. پیشا پیش وزارت نیرو داره میگه چون سرمایه گذاری توی برق در 3 سال گذشته نشده، از جمله پارسال فقط 30% پیشبینی ها سرمایه گذاری شده، داره میگه تابستون 10,000 مگاوات برق ما کم میاریم، یعنی خاموشی خواهد بود. آب
از حالا دارن میگن مشکله، بنابراین باز تابستون مشکل خواهد بود، هوا که گرد و غبار هم بهش اضافه شده. و خب یه حکومتی بخواد آدم بگه شکست خورده در همه زمینه ها، چی باید بگه دیگه؟ همین هاست دیگه. دکتر سازگار، یک نکته که از همون ابتدا که آقای خامنه‌ای دل به رئیسی بسته بود برای من سوال بود و هنوزم پاسخی براش واقعا پیدا نکردم. آقای خامنه‌ای افراد رو میشناسه، افرادی هستن که حداقل میخوام بگم اگر علی لاریجانی رو انتخاب کرده بود یا حداد عادل رو انتخاب کرده بود، حداقل حرف راجبشون اینقدر زیاد نبود، به اضافه اینکه شاید قدرت حرف زدن داشتن، بعد چون با دستگاه هم آشنایی داشتن شاید میتونستن با لعاب زدن و با بازی هاشون یه مقدار جامعه رو یه اندک کوچکی امیدوار نگذاره. ولی آقای خامنه‌ای چرا رفت؟ من هنوز این سوال نمیدونم، شاید شما بهتر بدونید چرا رئیسی رو انتخاب کرد و چرا یه مش کوتوله رو ور دستش گذاشت که این کابینه فشل فلج رو ما در برابر میبینیم که آدم خجالت میکشه وزیر ارشادش رو نگاه می، خجالت میکشه وزیر اقتصاد رو میبینه، در حالی که دکتر نیلی رو داشتیم. خب چرا نیلی نیاد که الان بتونه کاری بکنه؟ واقعا شما پاسخ پیدا کردید برای این؟ ببینید به نظرم دو تا دلیل داره. یه دلیل شخص خامنه‌ایه. ببینید از همون موقع که رئیس جمهور بود خامنه‌ای دقیقه اینو داشت که یه نخست وزیری باشه که حرفشو گوش کنه. به هم دلیل من اون موقع هنوز از نخست وزیری نرفته بودم، آقای مهدوی کنی نخست وزیر موقت بود بعد از کشته شدن رجایی و باهنه. خودش به من میگفت، میگفتش که من فکر میکنم میتونم تو نخست وزیر بودن مفید باشم، دلم میخواد بمونم. ولی که آقای خامنه این طرف اون طرف داره میگه که من دلم نمیخواد، خود ایشون دلش نمیخواد باشه. و رفته بود پیش آقای خمینی، آقای مهدوی کنی و به ایشون هم گفته بود که آقای خامنه‌ای بی خود میگه من دلم میخواد بمونم. آخرش خامنه‌ای گفته بود نه، من دلم میخواد یک کسی باشه که آقای بهدوی برادر بزرگ منه، من دلم میخواد یک کسی باشه بتونم بهش دستور بدم. درنچه رفته بود موسوی رو اون موقع، خب سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود، فامیلشون بود، فکر کرد جوان محجوبیه. ولی موسوی هم همون 4 سال اول، خب اصلا برای اینکه این متد خامنه‌ای قابل اجرا نبود که بالا سر دولت بشینه، دوست داره اینجوری بکنه. مثلا میرفت هم موقع که رئیس جمهور بود، حال وای به حال که حالا رهبر شده، میرفت مثلا استانها بورد میداد اینو بسازین اونو بکنین، که یه بار رئیس سازمان برنامه وقت برای من تعریف میکرد، میگفت از دفتر آقای خامنه‌ای هم برای ما زمان دولت موسوی نامه اومد که آقا در سفر فلان استان گفتن اینا رو بسازین، اینا رو چیز کنین، اینم صورت حرفایی که آقا زدن سازمان برنامه بودجه بده بکنن. گفت من برداشتم همه مطالب استان رو به اصطلاح سازمان برنامه، خب سر سال که برنامه می‌ریزن همه پیشنهادات میاد، همه رو زدم زیر بغلم، وقت گرفتم رفتم پیش ایشون گفتم آقا ببینید این مجموع بودجه‌هایی که به حساب برنامه‌هایی که پروژه هایی که مسئولین ادارات کل این استان شما میگین و استاندار و غیره دادن، ما تو سازمان برنامه اینا رو بررسی کردیم، اینم بودجه که ما برای این استان داریم و این مثلا 20 پروژه رو اولویت تشخیص دادیم گذاشتیم. حالا شما رفتین از همونا که خودشونم قبلا پیشنهاد کردن مثلا 20 پروژه دیگر هم اومدین میگین که اینا رو بریم بسازیم، حرفی نیست. ولی اولا شما بفرمایید یا ما بعد از اون 20 تایی که اولویت تشخیص دادیم خط بزنیم اینو جاش بذاریم، یا از یه جای دیگه بعد بودجه بیاریم بذاریم، شما بگین ما چیکار کنیم. ممکن با آقای خامنه‌ای عصبانی شد، خب حرف حسابی بهش زده بود دیگه که آقا بالاخره بودجه که لایتناهی نیست، با عصبانی شد، بعد از اونم دیگه هرگز با من خوب نشد. و
همون دور اول آقای موسوی خب معلوم شد موسوی هم بالاخره مهندس بود، سر دولت نشست، دستش اومد چجوریه. خب این متد خامنه‌ای که بشینه مسئولیت نداشته باشه ولی انگشت تو هر سوراخی بکنه کار نمیکنه، اون مدیری که نشسته رأس دولت یا اون وزیری که رأس وزارت هست نمیتونه کار کنه. در نتیجه دور دوم که رسید اصلا میخواست موسوی رو معرفی نکنه، میخواست ولایتی رو بذاره چون فکر کرد اون بهش گوش میکنه، که آقای خمینی نگذاشت و رفت تو مجلس هم آقای خمینی گفت انتخاب من نبود. بعد که رهبر شد اومد این آرزوشو اجرا کنه. خب هاشمی رئیس جمهور بود، مزالک دخالتاشو میکرد، هاشمی در واقع دستشو برداشت، خودش گفت به خصوصی به یکی از دوستان ما گفته بود که من دیدم این آقای خامنه‌ای به ذات ارشاد و خیلی خوشش بود، من اونجا رو کاری ندارم، من چسبیدم به اقتصاد. خب دیدیم یه سال نگذشت خاتمی رو انقدر انگولک کرد تا بالاخره برداشت. ولی شروع کرد توسعه دادن. هاشمی که رفت اومد این کاری که دوست داشت بکنه، خب جنبش اصلاحات شد. خیلی هم هنوزم عصبانی از دست اون جنبش اصلاحات، برای اینکه مردم در واقع با رأیشون تحقیرش کردن. ولی تمام هم مقامش رو به کار برد که خاتمی بی‌لیاقت رو نذاره کار کنه، در حالی که خاتمی میتونست پشتش رو بده به 20 میلیون رأی و ببره بره جلو، که اصلا بد این حرفا نبود، و اونو به بن‌بست مواجه کنه. بعد که دیگه احمدی نژاد رو گذاشت و واقعا نخوچی جیبش بود، اتفاقا همون موقع هم صحبت بود که قالیباف قراره بشه، چون مشتبه مشتبه این قالیباف بود و شاید سه هفته به انتخابات مونده این رای تو بیت عوض شد. تقلب هم کردن، هم دور اول هم تقلب کردن و کروبی رو خط زدن. در واقع احمدی نژاد رو گذاشت که درست دیگه همون که دلش میخواد بشه، یه آدم هیچی و از بالا سرش دستور بده. اتفاقا حتی همین آدم هیچی پوپولیست و شارلاتان مثل احمدی نژاد یه مدت که رأس دولت نشست دوزاریش افتاد، فهمید که خب نمیشه اینجوری اداره کرد. در نتیجه مردم که رأیشون رو دادن در واقع خواستن احمدی نژاد عوض کنن، که نذاش، که زد کش زندان کرد، تو حذف کرد موسوی و کروبی رو، که او رو سر دولت نگه داره. اما دور دوم که رسید خب دیدیم احمدی نژاد هم سرصداش در اومد و یه بار به یک دوستان ما گفته بود، با این لفظ گفته بود که من هر چی این مرتی که گفت کردم، دستشم رو به عکس خامنه ای کرده بوده، ولی آخرش باز یه حرف دیگه میزنه و نمیشه باهاش کار کرد. خب او هم دیدیم که سرنوشتش این شد که همه دوروریاشو گرفتن به دست همین تائب، قلقمش کردن، شد اصلا جریان انحرافی. آی مشایی اینطوری، بقایی اینطوری، البته اونام دار دسته ناسالمی بودن همشون و خود احمدی نژادم. و اومد آقای دکتر روحانی، برعکس چیزی که خیلی فکر کنم بسیار به خامنه ای نزدیک بود، سالها باش بار کرده بود، آدمی هم بود که بسیار به نظر من رئیس دولت بد و بی‌لیاقتی هم بود روحانی، ولی چون محتاج بود که برجامو امضا کنه چیز بود، بین روحانی و ولایتی در واقع ترجیح داد روحانی باشه، برای اینکه خب یه فشار اجتماعی هم شده بود اون ماجرایی که هاشمی رو رد صلاحیت کردن و غیره و غیره، ولی دخالتاشو ادامه داد. حالا این رئیسی بنابراین به نظر من علت اولی که او را آورده این متد خامنه‌ای، فکر میکنه این دیگه 12 سال شاگرد درس خارج فقه خودش بوده، غلام خانزاده، چاکر جان نثاره و هر چی بخواد بالا سرش میتونه بکنه و دارم میکنه. اما دومی، دلیل دوم به نظر من این است که خامنه‌ای یه سیستمی هم درست کرده، همین باندای مافیایی که صحبت میکنه، که اینا زورم میارن و بعضی از این باندا حسابی هم روسوفیلن، حسابی تابع روسیه و گردنش هم میذارن، دیدیم گردنش میذارن مثل ماجرای باکسن. به نظر من رئیسی رو یه مقدارم این باندایی که میخواستن بخورن بچاپن ببرن و روسوفیلایی هم که پشتش بودن، اونا هم گردن خامنه هم گذاشته، یعنی خودش که دوست داشت یکی رو بذاره که دیگه بگه
همینه که دیگه خیالش راحت باشه هر جا بخواد انگشت بکنه بکنه. و برای اینکه اصلا رئیسی به نظر من کم استعدادترین رئیس دولتیش که تو الان اومده و روی نوشته دکتر حرف نمیتونه بزنه، حرف آره فارسیشو نمیتونه بزنه. آره والا یه جوونه توی نوشته بود که هی گفتین این مسئولین کشور فقط حرف زدن بلدن، حالا براتون یه رئیس دولت گذاشتن که یکی دیگه حرف زدن هم بلد نیست. درنگ کوتاهی باید بکنیم، ولی واقعا دکتر یه جوون به من میگفت، میگو من 20 سالمه، من از این بهتر حرف میزنم. آخوند اقلا منبر که می... این معلومه منبری هم نیست، این از اول آدم کش بوده بعدم که محاکمات 3 دقیقه‌ای و بعد. درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم با دکتر راجب اوکراین، راجب برجام، راجب همه اینا باید با هم صحبت کنیم. بریم یه سری بزنیم به حضرت مولانا با درود دوباره. دمدمای غروب بود به قونیه رسیدیم، رفتیم به خدمت حضرت مولا، مولانای بزرگ، و دراویش هم بودن و مشغول سماعشون بودن و دف و نی و چقدر زیبا بود و خیلی راحت. ترکا مولوی رو از آن خودشون کردن، یه خط شعر ترکی هم نداره، مثل نظامی گنجوی تو آذربایجان. استالین اومد اصلا داستان تعریف کرد. دکتر سازگارا چه کنیم که حکومت نالایقی داریم که تمام میراث ملی و افتخاراتمون رو اینجوری باش با. خب دوست عزیز واقعا قونیه که میگین، منم رفتم و دکتر از درش که وارد میشی به دیوار مزار مولانا یه شرحی از نوشته، اولین خطش این است که شاعر بزرگ ترک. و همین که شما میفرمایید با همراهی که بودیم گفتش که آخه یه خط شعر ترکی هم مولانا نداره. حالا مهم نیست، ما یک حوزه تمدنی بودیم، تمدن در واقع میشه گفت فارسی، میشه گفت از بلخ تا قونیه که مولانا سیر کرده همه در یه حوزه تمدنی بوده، تا دو سوی دریای مازندران و تراسوی خلیج فارس. و این حوزه تمدنی خب مفاخر بزرگی داشته که یکی از قله هاش حضرت مولانا است. بله شما استانبول ببرین توی قبر، مثلا قبرستان من رفته بودم، به اطراف شعرهای حافظ به فارسی بودش. جالبه دربار صفوی و دربار عثمانی هر دو خب ترک بودن ولی مکاتباتشون به زبان فارسیه. سلطان سلیم اصلا، سلطان سلیم بچه هاشون وادار کرد فارسی یاد بگن و به فارسی خودش شعر میگفت و سلیمان همینطور. همش قبل از آمدن انگلیسی در واقع زبان علمی و ادبی شبه قاره هند هم فارسی بودش. حالا زبان یک عنصرش بوده ولی که خب وحدتی ایجاد میکرده، ولی بحث یک حوزه تمدنی اون سوی دنیا بوده دیگه و چیزهای خودش رو داره و مشخصات خودشو. و خب ما ایرانی ها به قول مرحوم فروغی پرچم هر وقت بلندم کردیم علم و دانش و فرهنگ شکوفا شده در این بخش دنیا. البته حالا در عصر جهانی شدن خیلی چیزا به هم وصل شده، ولی باز هم می توانند ایرانی ها نقش بسیار موثری رو بازی کنند در اون سوی دنیا و در کل منطقه خاورمیانه و از شبه قاره هند تا شمال آفریقا، نه با تروریسم و لاتبازی و آدم کشی که این دار و دست دنبال کردن، بلکه با فرهنگ و اقتصاد و دانش و اینها که شایسته ما ایرانی ها هم هست به دلیل تاریخ. دکتر احسان یارشاته رو خوب میشناسم. از ایشون مصاحبه هم ضبط کردیم ما برای بله خاطرات. با اون زحمت و با اون مصائبی که تحمل کرد ایرانی کار رو متولدش کرد، از رحم ایران رو برد بیرون با کمک دانشگاه کولومبیا. و حالا من شنیدم اخیراً گروهی که حالا موندن که ایرانی کار رو راستوریز کنن میخوان ببرنش کانادا در یه دانشگاهی که
با جمهوری ولایت فقیه ارتباط نزدیک داره و این خیلی برای من نگران کننده است که یعنی ببرن اونجا یه انگ اسلامی هم بهش بچسبونن و شروع کنن شرح احوالات آقای ملا باقر مجلسی و سید روح الله خمینی و اینا رو بیارن در کنار بزرگان. خیلی چند تا از افرادی که تو اون هیئت هستن، زندیات خیامی بود که خب رفت تیبونکی با چه عشقی اونجا، مرحوم اقبال بود و همینطور آقای سمنانی که خیلی هم نگرانه که چرا باید این کار انجام بشه و ما یه کمپینی راه انداختیم، امیدوارم بتونیم. یه سایت هم دارن، من نامه‌ایم دارم تهیه میکنم، یه عده از فرهیختگان حتما شما هم خواهید بود که این باید تو کولومبیا بمونه، برای که کولومبیا هم زحمت کشیده و مکان کولومبیا اهمیت داره. بعد برگردیم به همش، اینا از بدبختی ماست که سید علی خامنه ای رهبر بود. خب دکتر اجازه بدید یه درنگ کوتاهی توی ایستگاه برجام داشته باشه. این سر و صداها، این حرفای ضد و نقیض، این حرفایی که آقای خطیب زاده زد دو هفته پیش، گفت ما به زودی پول میاریم، الان دیروز برمیگردیم، اصلا به کسی ربطی نداره، ما خودمون میدونیم، واقعا در کجای ما دکتر؟ مردم هم دیگه براشون معنایی نداره برجام. بله بله، از بس که این خبر پیش اومده و شل کن صف کن داشته، یه هفته رسیدیم داریم امضا میکنیم، هفته بعد تعطیل شده رفته، اصلا خسته کننده شده دیگه. والا فکر میکنم همونی که آقای جوزف کورل گفت، یعنی آقای باقری بعد از 7-8 ماه مذاکره بالاخره به یه پیشنویسی رسیده بودن و یه جایی هم دولت بایدن یه خود رفته بود عقب، تقریبا در همون حدودی هم بود که عراقچی توافق کرد. یه جاهایی هم ایران پذیرفت، تا اینکه روسا در واقع گرو کشیدن با بعد از حمله به اوکراین و بعدم دیدن خیلی در صدا در اومده آبروریزیه، ظاهرا روسا خود کشیدن کنار، ولی به دست عواملشون در جمهوری اسلامی اومدن، همونی که آقای بورل هم گفت، خواسته هایی رو گذاشتن که اصلا نبود، از جمله اینکه سپاه رو با یه فرمولی پذیرفته بودن که در واقع هم بردارن هم بر ندارن از لیست تروریسم، اما یک مرتبه این خواسته رو به اضافه چند خواسته دیگه جدید گذاشتن، نتیجهش هم این شد که به نظر من حرفی رو که آقای نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در همین دو سه روز پیش زد، آب پاکی رو دست ماجرا ریخت. او اومد گفت که آنچه که چون دائما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه این حالا توپ تو زمین آمریکاست، آمریکا باید تصمیم بگیره، ولی او گفتش که ما اون قولمون سر جاشه، برجام ایران تعهدات رو انجام بده، ما هم در چارچوب برجام تعهداتمون انجام میدیم، ولی اگر ایران خواستار رفع تحریم های فرا برجامیه، اون وقت ما هم یه سری حرفای فرا برجامی داریم، باید بیم بشیم سر این حرف بزنیم. مشخصا سپاه منظورشه، یعنی اگر ایران میگه سپاه رو بردار، چون سپاه زید برجام تحریم نشده، به دلیل تروریسم، ذیل سرفست تروریسم تحریم شده، اون وقت میگه که اگه میخوای حالا سپاه رو بردارم، خیلی خوب، حالا بیا بشینیم سر فعالیت های تروریستی در منطقه هم باید صحبت کنیم دیگه، سپاه به این دلایل تروریست شناخته شده. بنابراین فکر میکنم این ماجرا الان بعد از سمت ایران فکرشو بکنن دیگه، یا حاضر میشن بیان بشینن از این سیاست های ویرانگر منطقه‌ای دست بردارن. خب ببینید تو همه هیروویر قبل از ماه رمضان ما شنیدیم که 25 میلیون دلار هم پول گذاشتن دادن به همین حماس و جهاد اسلامی و غیره، حزب الله هم به اصطلاح معبرش بوده که داخل اسرائیل رو بریزن به هم. میدونین شما برای به هم ریختن که 100 آدم نمیخواد، یه دونه آدم بره تیراندازی بکنه، امنیت رو به هم میزنه و کردن این کارو. 4 تا کار تروریستی در کمتر از یک ماه در داخل اسرائیل شد و حالا شلوغ شده امنیت داخلی اسرائیل و این خط و نشونی که آقای رئیسی کشید برای اسرائیل در روز رژه ارتش
دقیقا اشارش به همین بود. آقای قاآنی هم همینه گفت، یعنی اینا فکر میکنن خیلی کار خوبیه، خیلی نشونه قدرتشونه مثلا برن داخل چارت آدم بیگناه. بله بالاخره این سازمان های تندروی فلسطینی از بین 2 میلیون فلسطینی که داخل اسرائیل زندگی میکنن و پاسپورت اسرائیلی دارن، لابد یه چند صد تا عضو که تونستن بگیرن اگه بیشتر نباشه. یه جوون 29 ساله رفتش توی رستوران شلیک کرد، دو نفر رو کشت، بعد کمتر از 24 ساعت بعد خودش هم کشته شد تو درگیری. درسته. و این خونایی که ریخته میشه خب شلوغ شده دیگه، الان میبینید داخل اسرائیل. و آقای خامنه ای هم، او هم در واقع تایید کرد، فقط جرئت نمیکنن بگن ما پشتشیم، گفت که این حرکت امیدوارن جوونا به نتیجه برسن، یعنی ابراز رضایت کرد. خب ببینید این از اون ور که اسرائیل هم که حالو افشنبه که نیست که، اونم میفهم، اونم که میدونه، اون اولا خب هر وقت پاش افتاده چند برابر بیشتر تلافی کرده، چه داخل اسرائیل نسبت به این گروه های تندرو، چه خارج اسرائیل. داخل ایران روز روشن وسط شهر تهران زده نفر دوم القاعده رو به سفارش آمریکایی ها کشته، یا فخری‌زاده رو کشته، یا نتنز رو بمب گذاشته. بنابراین این جنگ رو هم تشدید کردن که من راستش حتی پشت این کارا هم دست روسا رو میبینم، برای اینکه آشفتگی رو بالا بردن و برجام رو دور از دسترس تر کردن. دکتر شما حرفای ظریف رو حتما شنیدید که در دوره اول برجام هم روسا خرابکاری کرده بودن. بل. و نمیذاشتن که انجام بشه. بله، برای اینکه خب استراتژی روسیه که اتفاقا الان براش حاصل داده، 40 ساله که این بوده که همیشه با دستای پیدا و پنهانش ایران رو در یه فاصله از غرب نگه داره، به معنی اروپای غربی و آمریکا، که هیچ کدوم نیان در ایران سرمایه گذاری کنن و نفت و گاز ایران رو، گاز ایران رو به خصوص، چون منابع ما از روسیه بیشتر نباشه کمتر نیست، ببرن اروپا و رقیب روسیه بشه. همین باز ده هفته ای که گذشت وزیر نفت همون حرفایی رو زد که زنگنم می شه. آقای اوجی گفت 80 میلیارد دلار ما سرمایه گذاری می خواهیم تو بخش گاز که همین الان نسبت به مصرف کشور کم داریم، تا مثلا 40% 50% بره بالا، و 80 میلیارد هم تو بخش نفت احتیاج به سرمایه گذاری داریم، وگرنه همین پالایشگاه ها کم اومده و سوخت هم دیگه نداریم. یعنی 60 میلیارد دلار فوری فوتی بخش نفت سرمایه بخواد، اینی که داخل ایران نداره که. این باید سرمایه بین المللی بیاد، قرار شرکت های بین المللی بیاد. خب نمیان، یک قرون نمیان در ایران بگذارن. هزار و یه دلیل داره، ولی اصلی تریدش همین سیاست های تروریستی و ضد غرب و ضد اسرائیل و غیره. چون من یه بار در دانشگاه قزوین سالها پیش سخنرانی میکردم برای دانشجو، گفتم چه خوشش بیاد چه کسی بدش بیاد، هر شرکت خارجی بخواد بیاد سرمایه بیاره با پول بانک ها میاد سرمایه میاد، عجیبش که درده میاره که یه کنسرسیوم از چند تا بانک درست میکنن سرمایه رو برمیدارن میارن، و بانک ها چه کسی دوست داشته باشه چه نداشته باشه، شبکه اصلی بانکداری دنیا یهودیان درش نفوذ بالایی دارن. بله. و اینی که میگی محو اسرائیل بشود، خطابم از تو سخنرانی با آقای خامنه ای بود، خب این حاصلش این میشه که نمیان بانکای دنیا، هم نمیان سرمایه داران، نمیان نمیارن، و در نتیجه شغل هم ایجاد نمیشه، در نتیجه وضعم بهبود پیدا نمیکنه. و روسا دائما سعی کردن اینو همیشه هم نفت به این آتیش بپاشن و این فاصله رو نگه دارن، حالا که اصلا این سیاستاشون بعد الان گلش هم بچینن، برای اینکه اهرمی که دستشون در مقابل تحریم‌های غربی انرژی نفت و گاز، و نمیخوان فعلا نفت و گاز ایران بیاد، گازش که حالا اصلا از دایره بیرونه، نفتش بیاد به بازار دنیا، ولو 2 میلیون بشکه باشه، 2.2 میلیون بشکه باشه، و خب نمیذارن. یعنی داخل ایران که حسین شریعت نداری میگه بریم تنگه و هرمز رو ببندیم، این واقعا موقعه مارکدار روسا،
و خارج از ایران هم که تو اسرائیل این آشفتگی رو درست کردن. و حاصل اینا آقای دکتر الان که صحبت میکنیم در واشنگتن به جد در کنگره امریکا نه جمهوری خواه بلکه دموکرات ها هم سفارایی کردن و دارن میگذارن به عنوان یه زمینه بودجه نظامی امریکا که اگر رأی بیاره، که من دیروز مطلبی میخوندم که احتمال رأی بردنش هم بالاست، چون تا همین الان تعداد زیادی از دموکرات ها در هر دو مجلس در حد رؤسای کمیسیون ها، یعنی آدم های عرض و طول داره دموکرات ها، چه در سنا چه در مجلس نمایندگان به دولت گفتن نمیشه سپاه از تروریستی در بیارید یا اینجور اسرائیل در خطر اینطوری اونطوریه. و احتمالاً این اگر بذارن زمینه قانون بودجه رأی میاره و بایدن هم نمیتونه دیگه وتوش کنه، چون یا کل قانونو باید وتو کنه یه بندشو نمیتونه وتو کنه و اون وقت اصلا قانونش میکنن و رئیس جمهور رو هم میبندن. و بعد هم همه میگن باز یکی از نوامبر انتخابات یک سوم اعضای سنا بله. و کل اعضای مجلس نمایندگان امریکاست. میگن همم که یکی از آیتم ها قطعا این خواهد بود، مذاکراتی که بایدن کرده و بودن، یعنی حتما جمهوری خواه ها رو این تبل خواهند کوبید. و پیشبینی هم میشه، معمولا تو آمریکا این اتفاق افتاده که رئیس جمهور وقتی انتخاب شده دو سال بعد که انتخاب پارلمانی بوده مردم معمولا به اون یکی حزب رأی دادن. دکتر دو دقیقه وقت داریم، دلم میخواد این مسئله اوکراین هم یک سری بهش بپردازیم. خیلی جالب بود، روزنامه آسیا با سفیر اوکراین مصاحبه کرده بود، بسیار مصاحبه جالبی هم بود. بعد ورداشتن حملاتی کردن به سفیر اوکراین، خجالت بکش. بعد جالب با وقاحت میگفتن شما سر هواپیما با ما چیکار کردید؟ هواپیما رو با موشک زدن، سرنگون کردن، 170 تا آدمو کشتن، میگن شما چیکار کردید؟ الان به نظر شما با این تهدید آقای لاوروف که مرحله دوم جنگ شروع شده، داستان داره به کجا میکشه دکتر؟ کمتر از دو دقیقه. ببینید روسیه شکست خورد، میخواست همه اوکراین رو چلک ساعته بگیره، سه روزه بگیره، شکست. بعد عوض کرد، گفت حالا من میخوام شرقش رو بگیرم، شرقی غربی کنه اوکراین. و همه نیروهاش هم از اطراف کیف و شمال برد، از بلاروس برگردون پشت مرزهای شرقی ایستاد، آماده کرده که از پریروز در واقع عملیات رو شروع کرد، از سه‌شنبه، و جنگ خونینی هم خواهد شد. جالب هم هست با وقاحت میگن آمریکا اسلحه که میده جنگ طولانی میشه. این حرف یعنی این که اسلحه به اوکراینیا نده، ما بریم بکشیمشون زود تمومش کنیم مثلا. و اوکراینیا ایستادن آقای دکتر. من از متخصصای نظامی هم پرسیدم، صفر، هم بچهای ارتش اوکراین هم داوطلبین غیر نظامی آموزش هم دیدن وایستادن، میگن ما تا آخرین قطره خونمون وایسادیم، می جنگیم. در ماریوپول چیزی که کردن این تسلیم بشن در اون منطقه نظامی فولاد، کارخانجات فولاد که مستقرن، گفتن مهلت تموم شد، گفتن تسلیم نمیشیم، تا آخر نفر کشته میشیم، ولی اینجا می جنگیم. دکتر وقتمون تموم شد، متاسفم. جنگ خونینی خواهد بود، ولی لقمه شرق اوکراین هم از گلوی آقای پوتین پایین نخواهد. حتما ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر سازگارا با تحلیلایی که مثل همیشه جذاب و پرمحتواست، بدرود میگم به شما، در پناه پروردگار تا دیدار بعد.